خب بینندگان عزیز، باز سلام به شما. باز هم چهارشنبه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت آلمان، 9 بعد از ظهر 9 شب، و با آقای یزدان خدابندلو هستیم. ضمن سلام و خوش آمد به ایشون، میکروفون رو در اختیارشون قرار میدم تا بحث امروز رو که در برنامه خودم هم اعلام کردم، مبانی نقد و انتقاد سازنده، ایشون با شما صحبت کنن. من ضمناً آقای خداوندلو به دوستان گفتم، حتی خود منم که میگم از انتقاد سازنده خوشم میاد و نمیدونم پیش باز میکنم، حقیقتاً دروغی بیش نیست و ما ایرانی ها تحمل هیچ گونه انتقادی نداریم. شما صحبت کنید تا شاید امروز این معضل حل بشه و یه چیزی یاد بگیریم. این شما، این بینندگان و شنوندگان در سراسر جهان، بفرمایید. درود بر شما آقای سوربی، شنوندگان و بینندگانتون. قبل از پرداختن به مبانی نقد و انتقاد سازنده، من هم میخواستم به سهر خودم از آقای افشارها بابت آن مقاله طنزآمیزشون تشکر کنم. بسیار بسیار جالب بود. درود برشم. اون مقاله رو فیسبوک هم میذاریم امروز. بله بفرم. بسیار خوب. امروز من میخوام درباره مبانی نقد و انتقاد سازنده صحبت بکنم و در جاهای مختلفش توقف میکنم و توضیحاتی رو متممش میکنم و بهش اضافه میکنم. خب، مبانی نقد و انتقاد سازنده. شما یادتون میاد آیه سوربی که در اولین جلسات گفتگوهامون من اشاره کردم به این که هر وقت میخواییم درباره هر چیزی که صحبت بکنیم، ابتدا سعی کنیم اون چیز رو تعریف کنیم تا اون مطلب ما، صحبت ما یا مقاله ما اون جنبه علمی پیدا بکنه و توجه داشته باشیم که امر تعریف حکایت و داستان گفتن نیست، بلکه فرموله کردن اون هست. من در اینجا درباره هر مطالبی یا در کلیه مقالاتم ابتدا درباره هر چیزی که میخوام صحبت کنم اون رو تعریف میکنم تا شنونده و بیننده یا خواننده بدونه که من در واقع چی صحبت بکنم. مبانی نقد و انتقاد سازنده. تعریف نقد و انتقاد. انتقاد از ریشه نقد کردن و در پارسی به معنای جدا کردن سره از ناسره، آشکار نمودن و داوری در مورد گزاری، تصویری، کلامی، موسیقیایی و غیره است. تمام شد. این تعریف کلی نقد و انتقاد که در آن توانایی فرد یا اعتبار اثر ایشان به عنوان موضوع مورد ارزیابی قرار میگیرد که به شیوه های گوناگون ارائه میشود، که امریست اکتسابی اجتماعی که رموز آن را باید آموخت. همینطور که شما اشاره کردید، ما ملتی هستیم که از انتقاد خوشمون نمیاد، چرا که آموزش ندیدیم. و اگر هوشمندانه انجام شود، اثری نیکو در اطلاع کار خواهد داشت و دارای روش‌های گوناگون و کسانی صلاحیت انتقاد سازنده دارند که برخوردار از پشتوانه فرهنگی لازم. چرا میگم پشتوانه فرهنگی لازم؟ به خاطر اینکه شما درباره موضوعی که دارین صحبت میکنید باید اون موضوع رو بشناسید، اطلاعات درباره داشته باشید. پشتوانه فرهنگی لازم، توانایی نگاه بی‌غرض از دور. من درباره این توانایی نگاه بی‌غرض از دور یه توضیح کوتاهی بدم. مزیت توانایی نگاه بی‌غرض از دور در این هست که زاویه دید انسان باز میشه، افق و مورد مطالعهش پهناور، در نتیجه کلیات رو میبینه و در همین نگاه معطوف بر کل هست که شما میتونید بسیاری از پدیده‌ها رو که مورد نظرتون هست ببینید. خب، توانایی نگاه بی‌غرض از دور، دارای واژگانی بزرگ برای فرموله و انسجام مطلب. چرا میگم باید دارای واژگانی بزرگ ما باشیم؟ به خاطر اینکه درباره اون موضوع وقتی صحبت می‌کنیم هر واژه‌ای رو نمیتونیم ببریم جای دو جمله بگنجونیم. باید دایره واژگانی بزرگ داشته باشیم که اون واژه یا کلمه مورد نظر رو در اون جمله بگنجونیم که بتونه مفهوم رو برسونه و مسلح به موازین نقد علمی باشد
و امروزه بررسی نقادانه در تمام عرصه‌های فرهنگی نقش کارساز ایفا می‌کند و باعث پیشرفت و تحول مثبت در امور زندگی می‌شود. و ما ایرانی‌ها متأسفانه فاقد نقادان تربیت یافته و در عوض نقدگریزان بیشمار هستیم. شما یادتون میاد آی سربیا آقایی در انتقاد از من که داشتم درباره وظایف آدمین ها صحبت میکردم، میگفت آقا چه کار دارید به مردم؟ چرا آزادشون نمیگذارید؟ بذارین هر کاری که دلشون میخواد بکنن. حالا اگر به همین آقا را شما به صفحش مراجعه بکنید، ابدا با جمله برخورد نمیکنید که بیاد به ملاها اینو بگه چه کار دارید با مردم؟ بذارین هر کار دلشون میخواد بکنن. اما به ماها میان میکنن، یعنی اونجایی که باید بره انتقاد بکنه نمیکنه، اونجایی که نباید بکنه رو میکنه. و برای اثبات گفته های من آموزش ندیده ایم که دلیل ارائه بدهیم و به جای استدلال مثل اسلامگرایان به نصیحت آمرانه استبعاد، این استبعاد هم که قبلا تعریف کردم، یعنی آیه آوردن و از حدیث کتب حدیث مطلب آوردن و چوب لای چرخ بحث گذاشتن به نصیحت آمرانه استبعاد و مهمل بافی متوسل نشویم و شبیه خردستیزان به ناسزاگویی، تهمت و ترور شخصیت بپردازیم. ویژگی های انتقاد سازنده و نقد آگاه، نقاد منتقد آگاه، یعنی این نقد داره یه ویژگی هایی است و حالا منتبر چه خصوصیاتی باید داشته باشه. یک، موضوع مورد انتقاد باید حاوی تضاد، تناقض و آلوده به اشکال سفسطه‌های آشکار و مغلطه‌های پنهان باشد تا قلم چالاک نقاد و زبان برانش در نسوج آن فعال شود. به عنوان مثال، مغلطه توسل به خدا که صغیر و کبیر به سم عقل ستیزان آلودن یکی از رایج‌ترین سفسطه‌ها در گویش عمومی است که حکایت از اخلاقی سالوس منش می‌کند. در این بند اول شما بحثی ندارید؟ نه، جالب بود که میگید اونی که میخواد انتقاد کنه باید این شرایطو داشته باشه یا حتی اون کسی که بحثو کرده. این چیزی که من متوجه شدم نیست معمولا. یه چیز دیگه که شما گفتید و باید بهش خیلی توجه کنیم، داشتن و دونستن اون کلمات زیادیه که مجبور نشیم. خیلی از مصاحبه ها یا مناظره ها، دیبیت ها رو که نگاه میکنیم میبینیم حالا یا یک طرف قضیه یا دو طرف قضیه به خاطر اینکه کلمه کم بلدن یا یادشون میره از یک کلماتی به تعداد زیاد و جاهای بی ربط استفاده میکنن. ممنونم که اینو گفتید، من سعی میکنم که خودم این اشکال رو برطرف کنم در به اصطلاح صحبتهای خودم. بفرمایید. یادشون میره؟ نه، به خاطر این استش که اینا مطالعه پیگیر در دراز مدت نداشتن. دایره واژگانی زمانی بزرگ میشه که انسان مطالعه پیگیر و دراز دامنی داشته باشه که هر کتابی رو که میخونه این مفاهیم این کتاب در دراز مدت در مغزش به گوارش ذهنی میرسه و طبیعتاً این دایره واژگانیش هم با هر کتابی که میخونه به همون نسبت هی بزرگ میشه. مثلا یکی از افرادی که واژه‌های بسیار خوشتراشی رو در این زبان گویش ادبی فرهنگی و چیز ما ریخت همین آقای امیر حسین آریانپور با کتاب اون زمینه جامعه شناسی و هنر رو که من قبلا نشون دادم به شما. بله. و دیگری این زمینه جامعه شناسی این کتاب هست. میبینید اینو؟ بله بله. یکی از بهترین کتاب‌هایی هستش که اینو من قبل از انقلاب خوندم و قیمتش هم که یه چیزی معادل 600 صفحه هستش درباره واژه انبوهی از واژه‌ها و نظام‌های اجتماعی صحبت می‌کنه، 10 تومن بود. و بارها من به این کتاب مراجعه میکنم، هنوز داره مراجعه میکنم، این دم دست من هستش که ببینم این آقا در این باره مثلا چی گفته. یه روزی درباره این کتاب من یه بحث رو اختصاص دادم به معرفی این کتاب.
بسیار ممنون. بله بله، زمینه جامعه شناسی زمنان من بعد از برنامه شما اون هفته بله. با آقای آریانپور صحبت کردم، مهمان برنامه ما بودن و گفتم که شما اسم برادر ایشون را آوردید و اینها، ایشون هم از شما تشکر کرد. حالا اگه وقت دوست داشتید با ایمیل و با تلفن و اینها با هم در تماس باشید. بسیار خوب. بله. آقای امیر هوشنگ آریانپور، دیدمشون، برنامه‌شون رو من دیدم، بسیار مرد دانایی است. بله بله. در اصل ممنونم. مرسی که اسامی این دوستانی رو میگید که به اصطلاح جامعه ایرانی رو روشن و آگاه کرد. بله، ما باید تشکر کنیم از اینها. برای اینکه تمام عمرش رو گذاشته در جهت بهروزی و بهزیستی زندگی انسان ایرانی. خب، موضوع این ویژگی اول رو گفتم. که موضوع مورد انتقاد باید حاوی تضاد، تناقض و آلوده به اشکال سفسطه‌های آشکار و مغلطه‌های پنهان باشد تا قلم چالاک نقاد و زبان برانش در نسوج آن فعال شود. به عنوان مثال مغلطه توسل به خدا که صغیر کبیر به سم عقل ستیز آن آلوده، یکی از رایج‌ترین سفسطه‌ها در گوش عمومی است که حکایت از اخلاق سالوسونش می کند. دو، منتقد در موضوع انتقاد باید اطلاعات همه جانبه داشته باشد. ببینید، مرتب من دارم به اون اطلاعات اشاره میکنم که کسی که اطلاعات نداره، پشتواره فرهنگی نداره، نباید دست به نقد بزنه، خرابکاری میکنه و از روی غرض و مچگیری خردگیری نکند. بسیاری ها اینجا میان از من خردگیری میکنه به جایی که انتقاد بکنه. نوشته که چرت پرتا چیه مینویسی؟ گفتم آقا جان این چرتوپرتی شما درستشو بگو ببینیم چی هستش. یه مرد باستینا رو بالا بزن، دست به قلم ببر، ببینیم که چند مرده هم داشت. خردگیری نکنند. میزان فهم، تحصیلات، سن و سال مخاطب را در نظر داشته باشد و زمان مناسبی را انتخاب و بدون استفاده از واژه‌های رکیک معایب را واضح و روشن بیان و راهکار ارائه دهد. خیلی ها عید میگیرن اما راهکار رو میتونن ارائه بدن. چرا؟ برای اینکه سوادش ندارن، پشتواره فرهنگی رو ندارن، دایره واژگانی بزرگی برای فرموله و انسجام مطلب رو ندارن. سه، ناقد قبل از انتقاد ابتدا از تلاش معنوی و مخارج مادی ایشان، یعنی کسی که داره نقدش میکنه کارشو ایشان، که برای تولید اثر سرمایه‌گذاری کرده تشکر کند تا وی احساس نکند منتقد دوست او نیست و دشمنی با ایشان دارد، تا تشویق به گوش فرا دادن شود. چهار، منتقد در موارد خطای مخاطب را مستقیم نگوید. شما در همون جلسه قبل دیدید که میگفتید خب طرف اگه یه حزب اللهی متعصب گردن کلفتی هم باشه، همینطوری مستقیما بهت میشوری بهش بگی آقا تو آدم اولاقی هستی؟ نه، باید من غیر مستقیم گفت. منتقد در مواردی خطای مخاطب را مستقیم نگوید، بلکه غیر مستقیم به صورت سوال آن را مطرح کند. این گونه که از نظر شما آیا این مطلب درست است؟ یعنی مطلب را بیان کنه و توش هم یه سری اما اگرهاش و اعتراض و تناقضاش هم سرپوشیده عنوان کنه. آیا این از نظر شما آیا این مطلب درست است؟ بله. مخاطب رو بفرمایید. این چیزی که گفتید اتفاقا من منتظر بودم، چون اون روز سوال کرده بودم که با اونا چجوری رفتار کنیم. پس یه راهی هم هست که به همون صراحت و مستقیم نباید گفت، یه کمی باید محیط رو سنجید، طرف رو سنجید، اینجوری صحبت کرد. درست میگم؟ که در چه شرایطی شما میتونید چگونه باید بیان کنید موضوع رو؟ بله بفرمایید. مخاطب رو وادار به استدلال شفاهی بیشتر کنند. یعنی وقتی که ازش میپرسی به نظر شما اینطوری درسته، اون مجبور میشه شفاهاً استدلال کنه و وقتی که استدلال داره که میکنه، سند و مدرک رسماً شفاهاً در اختیار شما قرار میده و شما اونجا میتونی انگوش روش بذاری. خب، و مخاطب رو وادار به استدلال شفاهی بیشتر کنند تا بهتر انگوش بر تناقضهای او بگذارد و توجه داشته باشد که مخاطب اگر خشت خامی را کج در قاعده استدلال خود قرار داد و خواست آجر مهملات بر روی اون بچیند،
گریبانش را بگیرد و وادارش کند که ابتدا خشت اولیا را به موازات خط افق بر تکیگاهی امن و لمس پذیر قرار دهد. به عنوان مثال اگر الله انتظاهی را که جایگاهش در لامکان است ابتدا وجودش را ثابت کند و سپس صفات ایشان را برشمارد. دیدید مرتب میگه که خداوند کریم فرمود، خداوند اینطوری گفت. من بعضی وقتا ازشون میپرسم که تو مگه اونجا بودی؟ با گوش خودت شنیدی؟ خب این خدایی که هستش تو میگه وجود داره، آدرسشو بده ما بریم بپرسیم. بعد شروع میکنه محمد باقفی که این در وجود ما هستش و فلان این حرفا، میگه ما خب حالا وجود ما رو تعریف کن ببینیم چی هستش، این وجود ما چی هست. خب پنج، ناقد اجازه ندهد سخنش تحت احساسات منفی قرار گیرد. صدایش بلند، لحن کلامش خشن و طعنه‌آمیز شود و به مخاطب آمرانه دستور ندهد، تحکم نکند. هنگام ایراد گرفتن موضوع معیوب و مهملی را مورد انتقاد قرار ندهد، معلول را به جای علت نگیرد، معلم اخلاق و ادب او نشود، ترور شخصیت نکند، واضح و شمرده سخن بگوید تا مخاطب هدف او را انتقاد را درک کند. مطالبی هستند که هیچ وقت رعایت نمی کنیم. چرا؟ آموزش ندیدیم. شش، منتقد توجه داشته باشد که انتقادش آیا ثمر بخش و تحولی در مخاطب ایجاد می کند، یعنی طرف اصلا گوشش به نکار هست یا نیست، و هنگام انتقاد هدف را گم نکند، موضوع را کش ندهد، حاشیه‌روی بیمورد نکند تا خردگیریش به سخنرانی و روده‌درازی تبدیل شود و اشتباه، کجروی و خطای او به گونه‌ای مطرح شود که مخاطب احساس کند موضوع احتیاج به اصلاح دارد. ببینید اینا نکات ظریفی هستن که باید آموزش داده بشه. هفت، منتقد از برچسب زدن پرهیز و از کلمات احترام برانگیز بدون آلودگی به تملق در ارائه نظر خود استفاده بکند و بروز و واکنش منفی مخاطب را پیش بینی کند. از رفتار خشن، ژست های روشنفکرانه، شعار دادن، مشت نشان دادن، اخم کردن، گره به ابرو انداختن بپرهیزد و اگر نتیجه مثبت نقد را در انتقاد شونده مشاهده کرد او را تشویق به ادامه کار کند تا مایوس نشود و از اینکه به سخنان ناقد گوش داده تشکر کند. هشت، منتقد از زبان مردم، شاعران، عارفان، پیامبران و خدا سخن نگوید و خود را سخنگو و نماینده خود انتخابی مردم نداند، بلکه از جانب خود و با اتکا به معلومات و تجربه های شخصیش حرف بزند. نو، منتقد در استدلال‌های خود درست راه رفتن روی خط معلول به علت را باید فرا گرفته باشد تا همواره با معلول گرایز نشود و انتقاد او به غیبت کردن میل نکند. شما اگر مشاهده کرده باشید بسیاری در انتقاد وقتی که ازشون میشه مرتب سر معلول دعوا داره، میگیم که خب حالا آقای احمدی نژاد چرا اینطوری که کرد، از این شاخه معلول میبره به شاخه دیگه، نمیره سراغ جهانبینی و طرز تفکر احمدی نژاد و از اونجا به اون جهانبینی حاکمش و به علتها برسه تا اینکه چرخه علت معلول رو بتونه تکمیل کنه. ده، منتقد باید بتواند منافع مشترک و دشمن مشترک عموم را به مخاطب نشان دهد تا نقش ساروج اتحاد را بازی کنند. در این موارد شما صحبتی دارید؟ ندارم، گوش میدم و یاد میگیرم، امیدوارم بتونم اینا رو توی صحبت ها و انتقادان به کار بگیرم. بله، خب من اینا که ایمیل کرده برای شما کردم، یه کپیش در اختیار دارید؟ بله، نگه داشت. این موارد رو میتونید مثلا کپی کنید، در آرشیو نگه دارید و در جاهایی به اینا بپردازید و بعد خودتونم
متمم‌هایی بهش باید اشاره کنید که در رابطه با اون فردیه که یا اون موضوعی هستش که داری انتقاد میکنید. اینا مبانی اولیه رو در اختیار قرار میده. خب این آخری رو من یه مقداری توقف کنم. منتقد باید بتواند منافع مشترک و دشمن مشترک عموم را به مخاطب نشان دهد تا نقش ساروج اتحاد را بازی کند. شما دیدید در این ظرف این حالا 10 سال اول بعد از انقلاب، نه در این 27-28 سال اخیر، مرتب برای مبارزه با جمهوری اسلامی گروه ها و افراد گوناگون شعار میدن که بیایید به ما بپیوندید، اگر به ما بپیوندید اینطوری میشه و اونطوری میشه، بدون توجه به اینه که این ساروج اتحاد رو پیدا کرده باشن. یه نفر رئیس از اینا بپرسه که آقا چرا ما هم متحد نمیشیم، چرا در کنار هم قرار نمیشیم؟ خداوند لو اجازه بدید برای دوستانی که ممکنه این کلمه ساروج رو جوان باشن نشنیده باشن بگیم، فکر نمیکنم الان دیگه استفاده کنن. یه چیزی بود قدیما مثل سیمان، یه چیزی مثل آهک و گچ و اینا قاطی میکردن برای ساختمان، برای چسبوندن چیزای ساختمان و اینها به هم دیگه، درست میگم؟ بله. ببینید من الان اینجا نمونه آوردم تو دو 5-6 سال پیش اینجا من تو یه بحثی اینا رو من مطرح کردم که اومده بودن صحبت میکردن درباره اتحاد که اتحاد کنیم. من اینجا اونجا بردم گفتم ببینید آقای دو تا قطعه چوب رو شما اگه بخواید به هم بچسبونید به چی احتیاج دارید؟ به چسب چوب احتیاج دارید. دو تا قطعه آهن رو اگر بخواید بچسبونید به جوش کردن و مفتول جوش کردن احتیاج دارید. و اگر بخواید دو تا آجر رو به هم بچسبونید که اونجا تاق میزنن یا به گلشفته که اونو بهش میگن، اینا رو بهش میگن ساروج. یعنی چیزی هستش که اینا رو به هم میچسبونه، به این احتیاج دارید. اینجا چون این بند 10 که منتقد باید بتواند منافع مشترک و دشمن مشترک عموم را به مخاطب نشان دهد تا نقش ساروج اتحاد را بازی کند، یه مطلبی را در اینجا آوردم درباره اتحاده. که خب ما وقتی که درباره آسیب شناسی داریم صحبت میکنیم، این خود این مسئله را باید یه مرتبه مطرح بکنیم که چرا ما متحد نمیشیم. در آسیب شناسی این بدنه، این در حوزه آسیب شناسی قرار میگیره. خب تعریف اتحاد و ضرورت به هم پیوستن. اتحاد به معنای یکی شدن، به هم پیوستن. اجازه بدید من این رو چیزشو بسته که فیسبوک رو من نبستم، این چیز اومده باز اینجا چیز میکنه. خب اتحاد به معنای یکی شدن، به هم پیوستن و در کنار هم قرار گرفتن برای مقابله و از میان برداشتن دشواری های موجود و الزاماً چون قد و قامت یک فرد برای درگیری در ابعاد کلان توانایی لازم را ندارد، الزاماً نیروی ترقیخات جهت پیروزی و غلبه بر دشمن باید با هم اتحاد و ائتلاف کنند که شکل بدوی و هوشمند دارند و در هر انسجامی به حکم ضرورت مبارزان به ساروج اتحاد نیازمندند که عامل به هم پیوستن آنها در مبارزات اجتماعی است و ساروج در عمل نشان دادن منافع یا دشمن مشترک ملت است. شما میتونید اون تصاویر رو هم نشون بدید که به تدریج که درباره این مطلب هست، درباره تعریف اتحاده. بله. و بعد همینطور اون تصاویری که برای شما فرستادم که پرنده ها با هم در آسمان دارن رزمایش میکنن، ابر خاکستری تشکیل میدن، پرنده ها در مقابل اون فیله دارن جمع شدن که با اون مقابله کنن. و در یوتیوب هم ویدیوهای خیلی زیادی هستش که مثلا شیره بخواد حمله بکنه به گاوا و گله گوسفند چیزا، گورخرها اینا موله میشن. اینا اشکال گوناگون اتحاد به صورت بدوی به ابتدایی است. من در اینجا موضوع رو تجزیه تحلیل میکنم. خب الان دارن اونو نشون میدم که یک فیلی هست و یه تعداد زیادی پرنده. بله. بعد یه آقای زیر دریا هست و تعداد زیادی ماهی، باز یک نهنگ یا یک ماهی بسیار بزرگ و تعداد زیادی ماهی.
بله شما ببینید اون مثلا ماهی ها به فرمان غریزه در مقابل یک نهنگ یا ماهی بزرگتر گله میشن. چرا گله میشن؟ یا اونجا اون فیله اومده اون درخته رو که بشکنه و برگاش و اون چیزاشو بخوره که محل لانه اون پرنده هاست، اونا جمع شدن در اونجا میخوان مقابله کنن. بله اما اون فیله که گوش نمیکنه، که یه کسی دیگه نیرومندتر از فیل میخواد که اونو بزنه اونجا ردش کنه. خب من در اینجا به این شکل بدوی اتحاد ابتدا اشاره میکنم و بعد به شکل هوشمندان. در قسمت اول در این مقدمه شما چیزی ندارید؟ نه، فقط یه ضرب المثلی بود توی فارسی میگفتن پشه چو پر شد بزند پیل را، که همیشه بحث بود، یعنی پشه اگه ناراحت بشه پر بشه یا اینکه پشه اگه زیاد باشه. اینم یه بحثیه که یه وقتی باید اصلش رو پیدا کنیم. پشه چو پر شد بزند پیل را. بله اون مسئله اون به یه نمونه دیگه داره اشاره میکنه که اون پشه اگر میزنه نگاه میکنه ببینه مسلح به یه سمه و چون خیلی ریزه در افق نگاه فیل قرار نمیگیره، اون دقیقا در جایی میشینه و نیشه رو میزنه، سمه رو وارد میکنه و فیل فلج میشه. اما اینجا من به اشکال آشکارش دارم چیز میکنم که در اون تصاویر اونجا به نمایش در اومده، که اینجا توضیح میدم متوجه بشن که اگر در آسمان دیدید که پرنده ها دارن یه جای رزمایش میکنن، این حرفا دارن چی میکنه، حتما بدونید در منطقه روی زمین اتفاقی داره میفته. این علائم و نشانشه. یک، شکل بدوی اتحاد. در شکل بدوی اتحاد اگر دو قطع آجر را بخواییم به هم بچسبانیم به شکته احتیاج داریم. دو قطع چوب به چسب چوب، دو قطع آهن به جوشکاری، و اگر گیاهان و حیوانات را بخواهیم در هم بیامیزیم و محصول بهتر و مرغوب‌تری به دست آوریم باید ساختار ژنتیک در نردبان کروموزومی که آنها را دستکاری و همسو سازیم و در نزد انسان‌ها ساختار ذهنی آنها را برای هدفی مشخص همجهت کنیم تا دشمن با عملکرد زیانبارش در همگرایی گروه‌های اجتماعی نقش ساروج اتحاد را بازی کند. متوجه شدی دای سوربی موضوع چیه؟ بله گرفتم، بفهم. یعنی اینی که شما اگر میخواهید چند نفر متحد بکنید دشمن مشترکش رو بهش نشون بدید یا منافع مشترکش رو بهشون نشون بدید، دور شما جمع میشه و حضور او در صحنه، یعنی اون دشمنه مثلا رژیم اسلامی، حضور او در صحنه انگیزه مبارزان در کنار هم قرار گرفتن را تقویت کند. اما ابلیس مکار همیشه چهره اوریان و آشکاری ندارد که باید آن را شناسایی و معرفی کرد و انسانها برای مقابله به صورت غریزی بدون داشتن برنامه و نقشه از پیش طراحی شده با قرار گرفتن در کنار یکدیگر و داشتن تکیگاهی بر محور جمع. اونجا نگاه میکنی ماهی ها دور خودشون دارن میچرخن، در یه تصویری یه عکاسی رفته کف دریا و ماهی ها اونجا دور خودشون دارن میچرخن، یه ستون محور درست کردن و میخوان با نشان دادن یال و کوپال خودشون این طرف رو بترسونن. این شکل بدوی اتحاد هست و با نزدیک شدنشون به هم دیگه خودشون رو بزرگتر از طرف میکنن. چون بله بزرگتر اینجا من توضیح شکل بله. اوناگون دیگرشان توضیح میدم داشتر برنامه و نقشه. اینجا میگه که ساروج اتحاد رو بازی کند و حضور او در صحنه انگیزه مبارزان در کنار هم قرار گرفتن رو تقویت کند. اما ابلیس مکار همیشه چهره اوریان و آشکاری ندارد که باید آن را شناسایی و معرفی کرد و انسانها برای مقابله به صورت غریزی بدون داشتن برنامه و نقشه از پیش طراحی شده با قرار گرفتن در کنار یکدیگر و داشتن تکیگاهی بر محور جمع و ایجاد کمیت بزرگ تلاش میکنند با برخ کشیدن یال و کوپال خود و گرفتن هیئتی هراس‌انگیز حریف را از میدان بدر کنند. مثل عکس‌العمل حیوانات که در مقابله با دشمن به چشم میخورد، پرندگان و مرغان در نبردهای تن به تن در روی زمین بالهای خود را
برای بزرگرمایی در مقابل حریف می گشاید. دیدید وقتی که به شترمرغ نزدیک میخوای بشی بالاشو باز میکنه. همین این بال باز کردن خودش حراس ایجاد میکنه در مقابل دشمن. به همین خاطره که شترمرغ با اون هیکل عجیب و غریبش در طبیعت نسلش منقرض نشد. چرا؟ برای اینه که همین بالا وقتی که باز میکرد اون یوز پلنگه میترسید، چون میدید یه چیز گونده اینو به نظر بگید اول کوچه یه حالا چه گونده شد پا میزش به فرار. اتفاقا در رابطه با حمله خرس، چون توی ویرجینیا خرس زیاد هست، اینا یاد میدن توی کلاس های مختلف که وقتی خرس میاد دستاتونو باز کنید، خودتونو بزرگتر جلوه بدید و یه جوری که به قول شما اون خرس میبینه که شما بزرگتر از اون هستید در میره و کاری به کارتون نداره. خب بفرمایید، پس شترمرغ نسلش منقرض نشده برای اینه که از عقلش استفاده میکنه. نه این از عقلش نیست، غریزه است بهش فرمان میده. آها اوکی. برای اینکه عقل یک پدیده ایه که فقط در نزد انسانه. آها. که اونم باید آموزش دید در حوزه معرفت. چی میکنه؟ ما دو گونه شناخت داریم، شناخت غریزی که از زمان کودکی با ماست تا پیری، یه دونه شناخت دیگه ای داریم، شناخت عقلانی و منطقیه که اکتسابی اجتماعی است، باید آموزش دید. انسانی که آموزش ندیده باشه فقط عقل منطقی است. خب در مقابل حریف میگشاید و در فضا رزمایش میکنند. قورباغه ها در مقابل مارها خود را باد میکنند و با آماس پوست خود آنتن و ارگان گرمایاب مار را به اشتباه میاندازند. یعنی ماره وقتی که به قورباغه نزدیک میشه، قورباغه خودشو باد میکنه، ماره نگاه میکنه میبینه که اون چیز زبانشو که داره تکون میده تو اونجا طول واجی هستش، گرمایاب اون عدا قواره تومه رو در نظر میگیره، میبینه آه این خیلی گنده است، این به دردش نمیخوره، راهشو میگیره میره. اینا تاکتیک های ایمانات میگوشه و در فضا رو ازمایش کنن. ماهی اینجا گرمایاب مار را به اشتباه میاندازد و ماهی ها در مقابل حریفان بزرگ در دریاها گوله میشوند و گاف ها و گوز ها به گرد هم جمع میگردند. اما به ندرت اتفاق میافتد که دشمن در مقابل این نمایشات تدافعی و تهاجمی میدان را خالی کند، چون آنها هم در مقابل این تدابیر تاکتیک های خود را دارند و برای غلبه بر حریف تمهیدات بیکار میبندند تا شیوه های بدوی مقابله را بی ثمر سازند. حتی در اغلب موارد دولفین ها و نهنگ ها برای تهیه غذا منطقه از دریا و اقیانوس را از پنج سو محاصره می کنند تا ماهی های کوچک ساده دل از ترس حریف گرد هم جمع شوند. پس از تراکم آنها حرکات و اصوات وحشتزا به نمایش می گذارند تا آنها به گرد ستون محور جمع بچرخند. ای میچرخن دور خودشون تو دریا بچرخن. فیلماش در یوتیوب بسیار زیاد هستش. تا در این حرکت دورانی در اثر استفاده بیش از حد از ظرفیت اکسیژن موجود در آب، حافظه آنها در اثر کمبود اکسیژن به تدریج مختل و خسته شود. با در هم ریختن هوشمندی و از میان رفتن توانمندی آنها در یافتن راه فرار، روحیه تدافعی، تهاجمی و جنگ و گریز آنها از میان برود تا برای شکار و مصرف آماده شود. دیدی اینا رو نهنگ ها و دلفین ها توی ستون محور جمع یار میکنن، بعد نزدیک میشن بهش، با دومش نهنگه یه ضربه به این ستون محور میزنه و اینا حدود مثلا میدید 300-400 تاش بیهوش میشه. بعد اونجا وقتی بیهوش شد دیگه نمیتونه برگاه، دونه دونه اینا رو میخورن و الا یه نهنگ اون گندگی یا دلفین اون گندگی دونه دنبال ماهی های مثلا 20 سانتی نباید بره که خسته میشه. اینطوری اینا رو شکار میکنن. خب حالا هم که کشتی های تجاری ماهیگیری را انداختن ژاپنی ها و غیره و این حرفا، کل قارقا اقیانوس رو دارن قارت میکنن. یه روزی درباره اون من بحث آماده شد. شیرها و پلنگ ها، گوزن ها، آبوها و گاب ها و گورخر ها را به گرد هم جمع میکنن. این مرحله مقدماتی تهاجم است. اینا رو من دارم میگم که این تظاهراتی که را میندازم اونجا مثلا میخوام با جمهوری اسلامی مقابله کنن، اینها در همه موارد کارساز نیست، اتفاقا نتیجه عکس میده. جمهوری اسلامی با تمام اون فیلمبرداری و غیره و با اینا رو میگیره، بعدا دونه دونه میگیره حسابشون رو میرسونه. باید زیرکتر باشند.
این مراحل مقدماتی تهاجم است. سپس با اجرای تاکتیک های گله را وادار به جابجایی میکنن، یعنی حرکت از نقطه آ به سوی نقطه ب رفتن را وارد حافظه گله میکنن. با وارد شدن این کد بر حافظه آنها که ترجیح فرار بر قرار معنی میدهد، وظیفه سرپرستان گله دیگر حفظ و حراست از اعضای گله نیست، بلکه حرکت از نقطه آ به سوی ب کدبندی شده است. نتیجه این حرکت به جا ماندن، دور شدن، جدا افتادن و بیپناه گردیدن ناتوانها، بیمارها، باردارها و کودکان از حفاظ تدافعی و تهاجمی گله است. با این مثال ها هموطنان باید متوجه این موضوع باشند که در شرایط فعلی در کنار هم قرار گرفتن، یعنی اتحاد به شکل بدوی در مقابل دشمنی به غایت دردمنش، مکار و تا دندان مسلح به ابزارهای مادی و معنوی کنترل، راه به رهایی نمیبرد. رژیم نکبتبار اسلامی برای پایداری و ماندن بر ارجی قدرت انواع امکانات مادی و معنوی و ترفندهای اهریمنی در اختیار دارد که اتحاد به شکل بدوی در مقابل آنها کارساز است. در نتیجه برای مقابله با این اهریمن دیوخو ما نیازمند اتحادی هوشمند هستیم. این بخش اول درباره اتحاد بدوی بود. شما بحثی دارید آقای صبحی؟ نه، جالبه، دارم یاد میگیرم. بسیار خوب، حالا میتونید اگه نکاتی رو هم یادداشت بکنید که بعدا وارد بحث بشید. دو، اتحاد هوشمند. در اتحاد هوشمند تکیگاه نیرومند و بنیادین و دشمن هدف اساسی مبارزان است که ساروج همگرایی و به هم پیوستگی برای مقابله در حوزه فرهنگ، حمله به نهادها و مبانی اعتقادی حریف و نقش بازدارنده آن هدف قاطی است. پس چی شد؟ ما به جای اینکه مستقیما با ملا و مکلا درگیر بشیم و با پاسدار رو نمیدونم آقای احمدی نژاد و خامنه ای، تکیگاهشون رو باید مورد و حمله قرار بدیم. تکیگاهشون چی هستش؟ نهاد دیانت اسلامی است. این نهاد دیانت اسلامی رو باید بشکافیمش و نظراتشون نشون بدیم. که با روشنگری و دادن آموزش به مردم در شناسایی اهرم‌های آن، یاد می‌گیرند چگونه به تکیگاه امن حریف حمله کنند. حال چگونه آن را بسازیم؟ یعنی اتحاد هوشمند رو. از همان ابتدای حضور ملایان در صحنه پرتنش سیاست در ایران معاصر، خرد جمعی ملت به موازات جهش ملا و مکلایان به سوی قدرت، ساطور حس و آنها از حیات روحی و روانی ملت ایران را در دستور روز قرار داده و این رژیم استبداد منش برای بقا و ماندن در صحنه دست کم مثل همه نظام های دیکتاتور منش به دو ابزار مادی و معنوی همواره نیازمند بود است. یک، ابزار مادی شامل اسلحه، پول و نیروی چرخور برای سرکوب و کنترل. دو، ابزار معنوی شامل نفوذ روحانی، شیخ سالاری، اقتدار نهاد دیانت به عنوان تکیگاه و استمرار دهنده سنت رسول الله در ابعاد روان پریشی، در ایجاد روان پریشی، سردرگمی، عدم تفکیک و تشخیص علت از معلول، مشاوران خارجی و بیگانه ماندن مردم با تضاد و تناقض که بقا و توانمندی او را تضمین می کنند. هدف نهایی و اصلی تحصیل کردگان آگاه در برچیدن دیانت اسلامی است. حالا ببینیم ملت ایران به فرمان خرد جمعی یا اهورای ملی خود چه تدابیری برای به زیر کشیدن رژیم نکبتبار اسلامی از اریکه قدرت و بیرون راندن آن از صحنه در حافظه جمعی خیش اتخاذ و به تدریج آنها را به نمایش و به اجرا در می آورد. در این مورد ملت ایران به هوش دوراندیش خیش و غریزه جمعی خود، نهاد دیانت و متولیان ریز و درشت آن را با یک حرکت قاطع و اریکه قدرت نهاد و با این تمهید ملا و مکلاها از حاشیه و کاسلیسی سفره ملت به متن پرتلاطم و پرچالش ایران معاصر
افکنده شدن. بیدلیل نبود که در آستانه انقلاب میخوند روح منی خمینی، مشتگنی خمینی. برای کی؟ چرا؟ به خاطر اینکه در بین لشکری از ملاها این یه دونه رو خوب پیدا کرده بود که پیشینه سیاسی داره و توانایی اینو داره که مارتین لوتر ایران بشه. طبیعی است که در این فرایند روحانیت برای مشروعیت در حکومت با تکیه بر نهاد دین و سنت رسول الله، یعنی تنها ابزار معنوی و در عمل ناکارآمد خود و به دست گرفتن در به دست گرفتن سامان اجتماعی، وارد میدان پرتنش سیاسی ایران معاصر شد و با هیئتی ناهنجار و ناهماهنگ با روح زمان. چرا میگم ناهنجار و ناهماهنگ با روح زمان؟ شما در نظر بگیرید وقتی که انقلاب مشروطه شد و نظام قاجاری رو برچیدن و نظام پهلوی رو بردن، یه رضا شاهی رو وارد صحنه کردن که نظامی بود و 24 ساعت در سفر، لباس نظامیش، چماق تو دستش، مش قارمانده رفت تو دهنش، 4 تا کار صورت داد. ولی اینا با این هیئتش که نعلین پوشیده، که اصلا نشان دهنده عدم تحرک و کارایی این آدمه، اینو وارد صحنه کردن که میخواد تو اون عصر که پرشتاب کار صورت بده. نه، اینو وردنش که حسبش کنن. با هیئتی ناهنجار و ناهماهنگ با روح زمان به ایفای نقشی پرداخت که نه توانایی، نه صلاحیت، نه تجربه، نه هوشمندی و نه شایستگی لازم برای اجرای آن را داشت و خرد جمعی ملت ایران این امر را به خوبی از پیش می دانست و آگاه بود که این نهاد و جمعی باورمندانش را باید متوجه حضور مزاحم و بی‌مصرف دین در حیات انسان ایرانی که وجود او را بیش از 1000 در تسخیر و کنترل خود داشته در این قرن پرشتاب بکند و نشان دهد که او دیگر بازیگر چالاک این میدان پرتضاد و فراخدامن نیست. شما در نظر بگیرید در این 1000 اخیر اینا درباره مساوات قسط اسلامی بسیار وعده و وعید دادن، مخصوصا درباره عدل علی رود درازی بسیار کردند. حال به مردم گفتن بفرمایید این گوی است این میدان، بیا را چه داری زدانایی و چر و فر، یا این وعده هایی رو که دادی متحقق کن، به جای عمل بکن یا حذف شو. و این آهنگ حذف شدن کلیدش برده نباخته شده هست دوری اقلام و گاواهن او توانایی شخم این زمین پرسنگلاخ را ندارد، آن هم با تفکری ایستا و ناپرسا و دیدگاهی معطوف بر آسمان و اللهی ناپیدا. یعنی باورمندان در عمل متوجه شوند که با ابزار دین و مذهب به هیچ نحوی جامعه را نمیتوان اداره کرد و این به معنای این است که ما حق نداریم با تدابیر مکارانه سکولاریسم و نیرنگ لایسیته آن را به نهانخانه و مسجدها بفرستیم تا در پستوی ذهنمان مانند دوملی بدخیم و عفونتزا به حال کمون به حیات خود ادامه دهد و هر زمان جامعه در بحران قرار گرفت دوباره در صحنه ظاهر و نقش بازدارنده و فرایزای خود را ایفا کند و همه چیز را به گند خود آلوده سازد تحت این استدلال بی‌معنا که انسان به تکیگاه دین نیاز دارد. ما امروز در قرن 21 زندگی می‌کنیم آقای سربی و احتیاج به تکیگاه دین نداریم. تکیگاه ما باید علم و دانش باشه. این نهاد چون از یک سو توانایی انعطاف و دانش لازم برای از میان برداشتن فقر، فلاکت، کرختی، سستی، بی‌تحرکی و عقب‌ماندگی فاجعه‌بار را ندارد و از دیگر سو خود سبب ساز آنهاست و در هر جا حضور یابد آنجا را تحت تأثیر سنت به فساد می‌کشد. پس باید هرچه زودتر این دمل بدخیم را از پیکر روانی و فرهنگی خود حذف کنیم قبل از آن که این فرصت طلایی از دست رود.
در نتیجه روشنفکران ایران وظیفه‌مند هستند تحت اتحادی هوشمند بدون تعصب و کنار گذاردن تعارفات به تجوید به تجزیه و تحلیل اسلام و نقش مخرب آن در حیات انسان ایرانی بپردازند، چون هدف دور و نزدیک خرد جمعی ملت ایران در برپایی آن انقلاب بزرگ پس از برچیدن نظام شاهنشاهی روشن کردن تکلیف این نهاد مخرب بازدارنده انگل صفت و ضد ایرانی بود و هست. بنابراین ما فرزندان این سرزمین کهن در همکاری و همگامی در اتحادی هوشمند روشنگری خود را به همراه انتقاد از خود و مفاهیم تلمبار شده در پیکر فرهنگی ما متوجه مذهب و کالبدشکافی مبانی اجتماعی اقتصادی و مخصوصا فلسفی آن که گرهگاه اصلی مشکلات ما را در خود مستور کرده معطوف کنیم تا در سایه روشنگری تعداد هرچه بیشتری از انبوه هواداران اهریمنی اسلام کاسته و از پیکر آن نهاد ریزش کند تا از یک سو از ستبرای عفونتبار آن نهاد پلید کاسته و از سوی دیگر راه دعوت آنها به صفوف ترقیخان گشوده گردد. شما دیدید آقای سربی در ظرف 20 سال اخیر بسیاری از این رژیم بریدن، تعدادی فرار کردن اومدن بیرون و یه تعدادی هم تو ایران هستن که گاهگداری صحبت میکنن، کتک میخورن، به زندان میفتن و دارن ادامه میدن. اینا حکایت از این داره که یواش یواش این تنه این رژیم داره ازش ریزش میکنه و هرچی بیشتر ریزش بکنه طبیعتا این ناتوان‌تر میشه. و متوجه باشید که در این راستا نباید همه وقت و انرژی خود را صرف تجزیه و تحلیل اعمال و رفتار متولیان این نهاد و عزیز نردانهای بارگاه ولایت که مثل باطلاق کفونتزا این حشرات موزی را پیوسته تولید و برای سرگرم و سرکار گذاردن ما به میدان میفرستد به هدر دهیم و تحت تأثیر تفکر اسطوره‌ای از معلول متوجه علت نشویم، چون نگاه انسان اسطوره اندیش در برخورد با مشکلات و به جای یافتن علت و کالبدشکافی آن همواره با معلول گرآویز می شود، چون در نزد او علت و معلول در هم ادغام به شکل واحدی به خود می گیرند و در این میان علت اصلی و بنیادی دست نخورده به حیات خود ادامه می دهند، چیزی که رژیم اهریمنی آن را از خدا می خواهد و آن را زیرکانه تشویق می کند. دیدید یه جای به ایران حتی من فکر میکنم انگلیسی ها گفتن که شما یک کاری بکنید که از شما انتقاد بکنن، یه ده تا به شما بزنن، دو تا به اون ور بزنن، اینطوری بکنن و ادامه پیدا بکنه. این خودش نوع سیاسته. با این ترفندها که ایران یک جامعه اسلامی است و با این حکم برای خود سند مالکیت صادر میکنن و به خود حق میدهن هر جور بخواهند با ملک موروثی رفتار کنن یا به باورها و اعتقادات مردم باید احترام گذارد و با این حکم و ساطور پنهان در مساحات مخالفان نظام و دیگر اندیشان را سلاخی می کنند. در نتیجه همگام با هدف قرار دادن سردمداران رژیم، خود نهاد دیانت که دیگه بزرگ آنهاست را باید با تجزیه و تحلیل انتقادی و نشان دادن زیانبار بودن و نداشتن هیچ خیر و برکتی برای ملت مورد حمله قرار دهیم، که خوشبختانه ترقی‌خواهان در راستای این هدف سرنوشت‌ساز و آرمانی و اشکال گوناگون پیکار می‌کنند و انبوهی از جوانان در میدان‌ها و خیابان‌ها هر روز با ابلیس اسلامی در جدال و ستیز هستند. علائم و نشانه‌های بارز این جدال قهر و تنفر از رژیم و پاسخ رژیم بالا رفتن روز به روز آمار اعدام‌ها، یعنی آدم کشی دولتی در سرزمین بلادیده ماست. تا اینجا بحثی ندارید آقای بیناد؟ نه، فقط یک کلمه هست که شما استفاده کردید چون در رابطه با رضا شاه هم گفتید، من یکم شک دارم که این کلمه هیئتی یا هیبتی، چون معمولا وقتی یه چیزی رو میخواستن بگن مثلا شکل و هیبت میگفتن. بله، بعضی وقتا نگاه میکنیم به این شکل داره طرف بخواد انتقاد بکنه، انتقاد نشد، در واقع داره غیبت میکنه. بله، غیبت کرد
کردن در واقع انتخاب نیست. نه من میگم اون کلمه هیئت درسته یا هیبت؟ آه هیبت، هیبت یعنی اون حیولا بودن. بله اوکی. اون مثلا هست. اوکی. خب چند دقیقه دیگه ما وقت داریم آقا؟ 7 دقیقه. 7 دقیقه دیگه. در ظرف این 7 دقیقه من یک مطلب دیگه ایرم در همین رابطه برای شما میخونم. بفهم. که شیوه های اعتراض و انتقاد بعد از انقلاب 57 در ایران معاصر که این چگونه بود. بر روشن فکران پوشیده نیست که شاکله انتقاد در فرهنگ درازدامن ما ایرانیان به علت حضور سنگین دیانت اسلامی و نفوذ بازدارنده و استبداد منش نهاد سیاست آلوده به شریعت نبوی که زمان اعتراض مردم بیوقفه جهت ترساندن، آموش کردن، مطیع و لال نگاه داشتن را میبریدن و سر منتقد همیشه بر دار بلا میرفت تا شیخ و شاه بر کرسی قدرت و سالار و سروری ملت ابد مدت تکیه بزنند از مبانی استواری برخوردار نبود. یعنی اگر ما اونجا شما ابتدای صحبت گفتید که ما از منطقه از انتقاد زیاد خوشمون نمیاد به خاطر این هستش که یک ما آموزش برای انتقاد کردن رو ندیدیم، منتقدهای آگاه و تربیت یافته نداریم، از طرف دیگه این آقایون شیخ و شاه هم بودن و اجازه نمیدادن که ما بتونیم منتقد آگاه تربیت بکنیم. من بعدها یه روز یه دونه برنامه درباره آموزش درسی مدارس رو میخونم برای شما که چگونه از بچگی این روح انتقاد رو خفه میکنم، چگونه چه تدابیر رو در اونجا به اندازه 20 تا 30 تا اشاره کردم و توضیح میدم که از بچگی ما رو لال و کر و کور بار بیارن. خب استوار برخوردار نبود و آنچه که در نزد قدمای عارف و صوفی مسلک، شاعران و نویسندگان در مورد انتقاد رواجیا عموما در قالب پند، اندرز، حجم، شوخی، مزاح، جملات تلویحی، کنایه های گمراه کننده به درب کوبد و دیوار بشنود یا دیوار موش دارد و موش گوش دارد از اینطور چیزا نیت آنها بشنود، خودسانسوری که دیوار موش دارد و موش گوش دارد، شکوه از بیمهری یار، کم لطفی شاه نسبت به احوال رعایا، لفاظی های لوسمنش آلوده به تمایلات شهوی پیکرگیری شده و جماعت عوام و خواص بدون بازنگری در محتوای عفونتبارش هنوز آن یاوه های عصر ارباب رعیتی را توتیبار تکرار میکنند و انتقاد از خود نزد ما به صورت جدی تنها 3 دهه پیش به این سو از عمرش میگذرد و ضرب آهنگ پالایش گرش نواخته و روز به روز بر شتابش افزوده میشود و در این مسیر همه افراد منتقدان آگاه و ورزیده نیستند زیرا الزاماً نقد برخورداری از پشتوانه فرهنگی، دایره واژگانی بزرگ، توانایی نگاه بی‌غرض از دور به قضایا و آزردگی اجتماعی را می‌طلبد. شنیدید؟ آقای فردوسی شعری داره میگه چه شاعر برنجت بگوید حجا، بماند حجا در قیامت به جا. من اون شعارش رو برداشتم تغییرش دادم، میگم چو ملت برنجت بگوید حجا، بماند حجا تا قیامت به جا. بی دلیل نیست که مردم جوک میگن، حجم میکنن. در راستای یک هدف داریم ما پیش میریم، باور بکنیم این رنسانس فرهنگی رو. همه افراد منتقدان آگاه و ورزیده نیستن زیرا الزاماً نقد برخورداری از پشتوانه فرهنگی، دایره واژگانی بزرگ، توانایی نگاه بی‌غرض از دور به قضایا و آزردگی اجتماعی را می‌طلبد. در نتیجه هر کس به سبک و سیاق و بضاعت فرهنگی خود تلاش می‌کند در آسیب‌شناسی فرهنگی گوشه‌ای از زاویه‌های پنهان، دهلیزهای تاریک و حفره‌های ناکاویده و مخرب فرهنگ ایستای ما را یافته و انگشت انتقاد بر آنها نهد و در این راه به تدریج شیوه های مؤثر و نافذ را می‌یابد.
و در کنار این منتقدان کم شمار و پراکنده لشکری از ملاهای حراف بدلگو، مکلاهای آویخته به بیزه شاه و شیخ، امت دینخو وارد میدان شده و ملامت ترقی‌خواهان، تحقیر ملت، ناسزاگویی به چپ و راست، اهانت به باورهای ملی و شخصیتهای دلسوز جامعه را با پدیده انتقاد ناآگاهانه و در مواردی آمدانه اشتباه گرفته و تعدادی از آنها گرد آمده در بیت رهبری و شورای ملی پهلوی تلاش می کنند و وضع موجود را به همین صورت که هست نگاه دارند و برخی از هواداران سلطنت هم زور میزنند بر امواج گرایش ملت بر میراث کهن سوء استفاده کنند تا آب رفته را بر جوی سلطنت جهت تأمین منافع خود برگردانند، تا آش همان باشد و کاسه همان کاسه که در گذشته بود و زبان منتقد در مقابل چنین حریفان یاوگو به حکم ضرورت باید بدون تعارف خشن پرخاشگر همچون تیغ برنده باشد و با شلاق لیچار در جا پیکر روانی مخاطب را مجروح کند، زیرا انتقاد تهاجمی در مقابل حریفان یاوگو باید سریع و بدون رعایت تعارفات باشد، زیرا یکی از شیوه های راهگشای نقد سازنده رک و راست بودن و نشان دادن سبابه تهدید است. خط بگفته بود. بسیار ممنونم از شما. فقط به دوستان بگم که ویدیوی شما چون به صورت زنده از روی فیسبوک هم پخش میشد اونجا باقی میمونه، اگر دوستان بخوان باز نگاه کنن اونهایی که ممکنه از اولش رو ندیده باشن. ضمناً از طریق فیسبوک شما که نشون دادم الانم نشون میدم، این دوستان میتونن با شما در تماس باشن. روی فیسبوک شما بسیار فعال هستید، از شما ممنونم و اگر بحثی یا موضوعی یا پرسشی نظری هم هست که میخوام درباره صحبت کنن، با تماس با شما و عنوان کردنش شاید به شما یک ایدهی بدن که در برنامه آینده از تاپیک مورد نظر اونها استفاده کنید. از شما بسیار ممنون و اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه که با امید دیدارتون برنامه را همینجا به پایان ببرید. نه عزیزم، بدرود بر شما و شنوندگان و بینندگانتون. ممنون از شما. دوستان عزیز، با آقای خداوندلو بودیم، آقای یزدان خداوندلو از آلمان، و چهارشنبه ها 9 شب به وقت آلمان با ایشون هستیم به صورت زنده. این برنامه هر روز پخش میشه تا هفته آینده و در یوتیوب هست، در فیسبوک هست، با نوشتن اسم ایشون که خیلی هم ساده و من فکر نمی‌کنم اصلا امکان داشته باشه کسی اشتباه بنویسه، یزدان خداوندلو، میتونید ایشون رو پیدا کنید و باشون در تماس باشید. بریم سوئد و با رادیو کیان ایران باشیم، تا بعدم با آقای پرویز مینویی باشیم از تگزاس. شما هم میتونید از تلویزیون مردم استفاده کنید، برنامه داشته باشید. همیشه گفتم یک تماس از شما، باقی کارها از ما. روز و روزگار بر شما خوش.